سلام، این هفته در آفساید سراغ تازه ترین بحران روی میز علی خامنه میریم. بحران امضای قرارداد FAFT. نه، دنده معکوس بگیر یه بار دیگه. TAFT. عرض پوزش از بینندگان عزیز، البته TAFT یا همون تافت اسم یک فیکساتور مو هست که اصلا موضوع برنامه ما نیست. موضوع برنامه ما قرارداد FATF هست که مدت‌ها پنهانی و زیر خاکی دنبال می‌شده تا اینکه یک دفعه توی این سخنرانی علنی شد. ما از صندوق بین‌المللی پول درخواست کردیم ارزیابی خود را بر اساس معیارهای FATF انجام دهد و قصد داریم به گروه اوراسیایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بپیوندیم. همچنین ما اخیراً با هیئت FATF دیدار کردیم و برای اولین بار نظام نظارت خود را به طور کامل شرح دادیم. قبل از اینکه بخوایم به این بپردازیم که این FATF چی هست، باید ببینیم که چی شد که اینا مجبور به ملاقات با هیئت FATF شدند. چون اینا که تو جریان برجام همه کار کرده بودن، از بتون ریزی عراق تا آب میوه گیری توی فردو. پس دیگه FATF برای چی بود؟ هی نگیم تحریم ها برداشته شده. نه، مسئله معامله بانک ها حل نشده. بانک های بزرگ معامله نمی کنه. اون مسئول دولتی آمریکا همین دو سه روز قبل از این گفت ما ایران راحت نمیگذاریم، ما ایران نمیذاریم احساس راحتی خیال کنه. خب وقتی اینجور حرف میزنن، یه عضو عالی رتبه دولت آمریکا اینجور حرف میزنه، فلان بانک جرأت میکنه بیاد معامله کنه؟ بله، بعد از یک سال زهرخوری در برجام و عقب نشینی آسانسوری در فعالیت‌های بمب‌سازی اتمی، در نهایت دیدن که هنوز هم چیزی عایدشون نشده و باز هم هیچ بانکی بهشون اعتماد نمی‌کنه که باشون کار کنه. حالا چرا؟ وقتی آدمو میذارن تو لیست تحریم، بعد میگن که آقا تراکنش غیر مستقیم با این منجر به تحریم میشه، خب معلومه هیچکی نمیاد دیگه با ایرانی کار کنه، چون بالاخره اون کسی که تو تحریم مونده آدم مهمیه، نهاد مهمیه، اقتصاد بخش زیادیش به اون وابسته است. بله، علت این که هیچ بانکی ریسک نمیکنه که بیاد با اینا کار کنه اینه که اون نهاد مهمه که بخش زیادی از اقتصاد بهش وابسته است هنوز توی تحریمه. تحریم به خاطر فعالیت تروریستی یا موشکی، اونا که لغو نشده. پس وقتی این توی تحریمه، اسمش چیه؟ اسمش قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه دیگه. این قرارگاه که میگن الان بزرگترین پیمانکار پروژه‌های دولته، تقریبا از تمام پروژه‌های ساخت و ساز در کل ایران یه پولی بالا میکشه. حالا از اونجایی که این قرارگاه با تمام شرکت‌های تابعش و فرماندهانش و مدیرانش تحت تحریم سازمان ملل هستند، تقریبا هیچ قرارداد کلانی نیست که بشه توی ایران انجام داد و پولی به این هیولای اقتصادی تحت تحریم نرسه. بعد که فقط این قرارگاه که نیست، کل سپاه پاسداران، نیروی قدس، قاسم سلیمانی، همه اینا هم زیر تحریم به خاطر حمایت از تروریسم هستن. از اونجایی هم که هر کسی با آدم تحت تحریم معامله کنه خودش جریمه میشه، خب هیچ بانکی چنین ریسکی رو انجام نمیده. بعضی از افراد هستن که در لیست تحریم شورای امنیت، این همه کشورها در حال ملزمه که رعایت بکنه. ما هیچ وقت به این لیست ها مقید نبودیم، درسته؟ هیچ وقت ما قطعنامه های شورای امنیت و لیست های اونها رو نپذیرفتیم، چه برسه به لیست های تحریمی آمریکا و سایر این رو. ولی این دلیل نمیشه که بانک های خودمون رو بیایم به دست خودمون در جای گیر بندازیم، وقتی که راه های دیگری هم برای این کارها وجود داره. لزومی نداره که حتما شما بانک‌های برند خودتو بیاری در معرض فشار. اینطور بود که بانک‌ها گفتن اگر می‌خواید با ما معامله کنید، باید FATF شما رو تایید کنه. و تیم شیخ فری هم با خفت و خاری سراغ امضای این قرارداد رفتن. دکتر، الان با این پذیرش FATF در واقع بانک‌های داخلی خودمون هم مشکل پیدا می‌کنن برای خدمات دادن به اون افرادی که الان تو لیست تحریم هستن؟ یعنی ممکنه گریبان اونا رو هم بگیره؟ بله. باید چیکار بکنیم؟ مثلا این بلایی که شما میگید، در واقع 200-300 تا افرادی که از نظر ما که جزء لیست تحریم ها نیستن، افراد و نهاد. خدمتتون عرض بکنم که پرداخت های به این افراد و نهادها لزوما از طریق سیستم بانکی نباید باشه که. بله، پس با امضای این قرارداد هم به طور ضمنی پذیرفتند که اون نهادهایی که تحت تحریم هستند درگیر تروریسم هستند و همین که دیگه از طریق بانک‌های اصلی کشور
نمیتونن با اونها مراودات بانکی داشته باشند. حالا اینکه با چمدون یا کیت سامسونت میخوان برن ماهانه حقوقهای نجومیشون رو دریافت کنن دیگه به خودشون برمیگرده. چون اگر الان بخوان از طریق بانک ها اقدام کنند مشکلات دیگه‌ای براشون ایجاد میشه. جا سر ما توی بندر عباس موقعی که نیروهای مسلح، نیروی دریایی سپاه، پاسداران میرن از بانک حقوقشون رو میگیرن، همون کارتی که میکشن بلافاصله اون سیستم میفهمه امروز توی بندر عباس پرسنل نیروی دریایی سپاه چه تعداد جمعیت دارن، چه تعداد نیرو دارن، هر چی بخواند و نقاد از این سیستم در میارن. بعد مشکل فقط توی اطلاعات حقوق فرماندهان سپاه نیست که باید شفاف بشه، بلکه بحث حمایت از نوچه های تروریست عظما توی منطقه هم میره زیر علامت سوال. ما باید طبق قطعنامه های شورای امنیت با تروریست برخورد بکنیم، یعنی اشخاص و نهادها رو کی تعریف میکنه که تروریستن یا نیستن؟ شورای امنیت. از نگاه اونها حزب الله تروریسم، سپاه تروریسم، ارشد انصار الله تروریسم، حماس تروریسم، تروریست هم اینا تروریست. شما تو قانون اووردید، یعنی FATF گفته که قانون داخلیتون به درد خودتون میخوره، اینا که من گفتم و شما بعد چون رضایت منو قرار کسب کنید، رضایت شورای عالی امنیت ملی ایران قرار نیست کسب کنید. بله، برای اینکه رضایت FATF کسب بشه دیگه حمایت علنی از آقای ایگرگ توی عراق یا آقای ایکس توی لبنان از طریق سیستم بانکی نداریم. ما لزوما هر کاری از طریق سیستم مالی و سیستم بانکی صورت نمیگیره. آره، ولی خب با دست خودمون اومدین به نوعی تحریم میکنین دیگه نهادی که زیر مجموعه ما. مگه در سالهای گذشته این نبوده؟ بوده. شما فکر میکنید مثلا ما چه میدونم پولی برای آقای ایکس ارسال میشه از طریق بانک حواله میشه؟ این آقای ایکس البته مدت هاست که دیگه اسمش ایکس نیست، چون خودش به زبان خودش این ایکس رو افشا کرده که منظورش کیه. و علمك شوف ويمكن هيك شيء بالعالم كله ما في، انه واحد يطلع علنا وشفاف وصادق وبيقول للعالم كله نحن يا خي على راس السطح، موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران، تمام؟ حالا هرچی اونایی که دارن پول میدن میخوان سیکرت کار کنن تا صداش در نیاد، اینی که داره پول میگیره سوت میزن و خودش آدرس میده که کجا باید تحریم بشه. بعد این تازه قدم اولشه، سریالی از برجام توی راهه. میگه آقا یه چیزی فرمودن، این آغازشه، سریال دارن اینا برای شما، برجام هسته ای یکیشه، این دومیشه، اینا پسا برجامه، سومیش کنوانسیون حقوق کودکانه. بپذیری دیگه یک نفر به عنوان بسیج دانش آموزی نداریم. نگاه بکنی اکس ها رو، این جوان ها رو، طبق اون کنوانسیون حقوق کودکان دیگه یک نفر از این بسیجی ها رو نمیتونی ببرید توی طرح دفاعی بسیج آموزش بدی. وقتی این حرف ها رو میشه اینجاست که داد دلواپس های تون رو در میاد که با مصیبت ها اصل نظام برباده، و قلمزنان دلواپس هم اینطور نوشتن: غربی ها با FATF می خواهند رصد کامل بر معاملات اقتصادی کشورمان داشته باشند. هر گونه سکوت و کوتاهی در برابر سیطره کفار بر امور مسلمین خیانت به اسلام است. لذا هر کس با هر گرایش سیاسی از هر نهاد و ارگانی که می تواند اقدامی در جلوگیری از برباد رفتن استقلال کشور انجام دهد و کوتاهی بورزد خائن است و مورد بازخواست و محاکمه قرار خواهد گرفت. حالا سوال اینه که اگر این قرارداد خیانت به نظامه، پس کی رفته اونو امضا کرده؟ وزیر اقتصاد شیخ فری؟ وزیر خارجه شیخ فری؟ یا خود شیخ فری؟ بالاخره کی این تصمیم گرفته؟ ما کجا تصمیم گیر هستیم؟ شما اینو جواب میدادی. مگه وزیر میتواند یک مجلس رو مجبور کند به مثلا تغییر قانون؟ از اول هم امام ما، رهبر ما فرمودن که آقا
این مذاکره هستی، اصلا هیچ ارتباطی مذاکره ایران و آمریکا نداره. پس ما با آمریکا مذاکره راجع به مسائل فیما بین نکردیم، نه تا ایشون اذن بده، تا حضرت ایشون اجازه بدن ما حق داریم بکنیم. چون نرمش قهرمانانه رو خود آقا فرمودن که دو سال قبل سلطان عمان و جای دیگه اومدن، چه شد؟ تا به تنفیذ قانونی نرسد که یک مرحلهش مجلسه و بعدش هم شورای مؤتمر نگهبانه، به شورای نگهبان هم حتما اصل 110 و مانند اون که اختیارات مقام عظما ولایته تطبیق میده نمیشه. اینو پس اگر خود عظما باید ته خط تایید کنه، که تایید هم کرده چون الان یک ساله که این داستان در جریانه، پس دیگه دعوای دلواپسا سر چیه؟ همه دعوا مال این 6 ماه 7 ماهه، یعنی اصلا کل این دعواها این پروژه ها که 7 8 تا دیگه هم مطرحه، اینا برای همین قضیه است، برای اردیبهشت سال بعده. یعنی اصلا قصه این نیست که آها پس قصه اردیبهشت سال بعد، یعنی انتخابات 96 دیگه. خب زودتر میگفتی. یعنی با وجود اینکه خود عظما چراغ سبز رو نشون داده به این قرارداد، باز تو دعوای باندی اینا میخوان یک امتیاز ازش بیرون بکشن و تو انتخابات سال بعد سر همین داستان حال شیخ بری رو بگیرن. اما جدا از این دعوای باندی، اصل قضیه که پذیرفتن FATF هست و بدون شک مثل برجام تا بالای نظام همه پذیرفتن، اون چه خطری ایجاد میکنه؟ سوال شما این بود که خطر چیه؟ خطر این استش که طرف مقابل میخواد ما رو دار بزنه، این تناب رو هم ما خودمون به دستش بدیم، این خطر. بنابراین از بازی انتخاباتی دو جناح که بگذریم، در عالم واقع به قول خودشون خامنه ای با امضای قرارداد FATF یک برجام بانکی یا یک جام زهر بانکی سر کشیده و در واقع یه پله دیگه عقب نشسته. عقب نشینی که در نهایت باز هم به قول خودشون حکم دار رو برای خودش داره. شبتون خوش.